ویژه برنامه نوروزی تحویل سال 1400. وصل ارتباط مجاهدین در اشرف سه با رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پاریس و هزاران نقطه در آمریکا، کانادا و اروپا. پیام‌های اعضای شورای ملی مقاومت. سخنرانی ها و پیام های 89 پارلمانتر و شخصیت سیاسی از 21 کشور جهان: آلبانی، آلمان، آمریکا، اسپانیا، استرالیا، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیا، انگلستان، بلژیک، پرتغال، جمهوری چک، رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، کانادا، کولومبیا، لهستان، لیتوانی و نروژ. قسمت پنجم. صمیمانه ترین تبریکاتم را نثار شما می کنم. یک تبریک قوی برای سال جدید. باشد تا سال جدید به خاطر تلاش های جنبش مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت تحت هدایت رئیس جمهور برگزیده مریم رجوی تبدیل به سال آزادی و سال دموکراسی در ایران شود. من می دانم سخت‌ترین سال را پشت سر گذاشته ایم با کرونا و سرکوب رژیم آخوندی، اما معنی اخص نوروز آغازی تازه است. بنابراین در پس همه فداکاری ها اکنون به سال جدید پیش رو می نگریم، به آرزوها و شجاعتهای تازه، و به خانم مریم رجوی می نگریم که ما را از فراز و نشیب مبارزات بسیار به نقطه کنونی رسانده است. برای شما بهترین ها را در سال جدید آرزو می کنم. بهترین ها را برای سال جدید ایرانی برای شما آرزو می کنم. اعتقاد دارم سال جدید برای مردم ایران آینده‌ای جدید و روشن همراه با آزادی را به ارمغان می آورد. مردم ایران به شجاعت خود و مبارزه مشروعشان برای دموکراسی و حقوق بشر ادامه می‌دهند. من از اعضای مقاومت ایران و از خانم رجوی و برنامه 10 ماده ایشان که هدفش تحقق آزادی، صلح و سعادت مردم ایران است، قدردانی می‌کنم و برای همه سالی سرشار از خوشبختی را آرزو می‌کنم. These goals are set to achieve a peaceful and prosperous future for Iran. Nowruz è una festa antichissima. سال نو خوبی و روزی نو برای آزادی و روشنایی آینده ایران و برای آینده تک تک شما آرزو دارم. به همه ایرانیانی که به آزادی عشق می‌ورزند، به خصوص در چنین روزی پیام می‌دهم که پایدار باشید. نوروزتان مبارک. نمادهای نوروز همان نمادهای نبرد شما برای آزادی و عدالت است. با نوروز بهار و تولد دوباره طبیعت فرا می رسد. با پیروزی آرمان شما ملت بزرگ ایران تولدی جدید می یابد. از تاریکی زمستان رها شده
و در روشنایی خورشیدی زندگی خواهد کرد که برای مردم ایران صلح و خوشبختی به ارمغان می آورد. اجازه دهید بخشی هرچند کوچک از این آرمان با شکوه باشم. This is a message for my dear friends in Ashraf. من میدانم که شما موفق خواهید شد. من میدانم که شما محصولات بسیاری برداشت خواهید کرد، زیرا بذرهای زیادی از عشق و آگاهی و شهامت و مبارزه برای عدالت کاشته اید. شما مریم موفق خواهید شد و من شما را در تهران با پرچم پیروزی خواهم دید. من به جشن شما میپیوندم و آرزو میکنم به زودی بتوانید این جشن را در یک ایران آزاد و دموکراتیک برپا کنید. اعتراضات در سراسر کشور که با سرکوب وحشیانه رژیم روبرو می شود به جهان نشان داده است که شما دیکتاتوری مذهبی را نفی کرده و خواستار یک ایران آزاد و دموکراتیک هستید. ما فریاد آزادی خواهی شما را در انگلستان می شنویم و خانم مریم رجوی که خواسته های دموکراتیک شما را نمایندگی می کند به رسمیت می شناسیم. من برای همه ایرانیان و به ویژه برای رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی و همه دوستانم در اشرف سه نوروزی شاد را آرزو می‌کنم. سال گذشته با استمرار خشم و اعتراضات مردم ایران علیه اختناق و فساد رژیم برجسته می‌شود. من به مردم ایران اطمینان می‌دهم که ما در کنارشان ایستاده‌ایم. نوروز مبارک. نوروز مبارک. داستان پیروزی بهار زیبا بر زمستان سرد، داستان نبرد و مقاومت شماست که آزادی و شادی را برای مردم ایران به ارمغان خواهد آورد. تاریخ نشان داده است آنهایی که مقاومت می کنند پیروز می شوند. مطمئنم که بهار آزادی به زودی ایران را فرا خواهد گرفت. همه ما از آرمان شما و حقوق شما در ایران حمایت می‌کنیم. بهترین آرزوهایم را نثار ساکنان اشرف در آلبانی می‌کنم که تمام زندگی خود را وقف آزادی و دموکراسی در کشور خود کردند. من مطمئن هستم که تلاش‌های خستگی ناپذیر شما و خانم مریم رجوی موجب پیشرفت و بهبود همه ایرانیان خواهد شد که به دنبال تغییر دموکراتیک در کشورشان هستند. از فرصت سال جدید استفاده می کنم و تعهد خودم برای بودن در کنار شما در مبارزه تان را تازه می کنم. خانم رجوی در مبارزه اش علیه بنیادگرایی اسلامی همه ما را نمایندگی می کند. همه ما زنان بایستی خودمان را در کنار او قرار دهیم. شروع سال جدید را نقطه شروع یک تغییر بنیادین در ایران می دانم. تغییری که با خانم رجوی و طرح 10 ماده ایشان محقق می گردد و مردم ایران را به سمت دموکراسی و آزادی رهنمون خواهد کرد. مبارزه خانم رجوی برای مردم ایران ثمرهای نیکو خواهد داشت و برای مردم سراسر منطقه و کل جهان ثمر بخش است. امیدوارم هرچه زودتر روزی را ببینیم که ایران و ایرانیان بتوانند آزادانه سخن بگویند و آزادانه انتخاب کنند و تفاوتی بین فارس، کرد، عرب و بلوچ
و بین شیعه و سنی و دیگران نباشد و این فقط با خانم رجوی امکان پذیر خواهد شد ان شاء الله. سال نو ایرانی به ما خوشبینی، امید و فرصت‌های جدید می‌دهد. از این فرصت استفاده می‌کنم و درودهایم را به آنهایی می‌فرستم که به طور خستگی ناپذیر تلاش می‌کنند تا آزادی و دموکراسی در ایران برقرار شود. But the new year, let's hope, is a year of hope. ما امیدوار هستیم سال نو با خود امید به همراه داشته باشد. امید همگی ما تغییر رژیم در ایران و برقراری دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادی بیان است. امید داریم که ایران آزادی خود را کسب کرده و مردم ایران تمامی ظرفیت‌های خود را برای شکوفایی و رفاه کشور به خدمت بگیرند. To all those Iranian struggling for a spring of humanity in their fatherland. به همه ایرانیانی که برای بهار انسانیت در میهنشان مبارزه می‌کنند، به کانون‌های شورشی، به همه زنان شجاع و کودکان شگفت‌انگیز این سرزمین و فراتر از همه به آن بانوی نجیبی که مردم ایران شانس داشتن او را در رأس جنبش رهایی بخش خود دارند، یعنی مریم رجوی، خالصانه ترین آرزوهایم را برای یک نوروز شاد و آزادی سریع کشورشان ابراز می کنم. من نوروز را که یک سنت بزرگ با ریشه های بسیار قدیمی است به شما شاد باش میگویم. من با پیام خودم به تمامی شما دوستان ایرانیم در این روز بزرگ میخواهم بگویم امیدوارم سال جدید برایتان همراه با خوشبختی و بهروزی باشد. À l'occasion du nouvel an iranien, je voudrais m'adresser à toutes celles et tous ceux. به مناسبت سال نو ایرانی می‌خواهم با همه کسانی که در ایران و سر تا سر جهان دست به مقاومت زده و با دیکتاتوری رژیم آخوندی مبارزه می‌کنند سخن بگویم. من نیرو و شجاعت اشرفیانی که بسیار رنج و شکنج تحمل کرده‌اند را تحسین می‌کنم. من به طور خاص به خانم رجوی درود می‌فرستم که با ثبات قدم، روشنبینی و قاطعیت مبارزه برای آزادی و شرافت را به پیش برده است. مدام لا پرزیدنت، شر زبید اشرف، خانم رئیس جمهور، دوستان اشرفی، خوشحالم که دوباره در کنار شما هستم. می‌دانم که راه شما طولانی و دشوار است، اما راهی است که به پیروزی منجر خواهد شد.